درود به هم میهنان گرامی، درود به زنان و مردان دلاور ایرانی که برای نجات کشورشان همچنان ایستا و کوشا هستند. درود به روان پاک آنانی که جان خود را در راه حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران از دست دادند. من نادر پیمایی عضو کنگره همبستگی ایرانیان، برنامه تلویزیونی امروز کنگره همبستگی را تقدیم حضورتون میکنم و یادآور میشم که بازپخش این برنامه فردا، یعنی روز دوشنبه، در همه نقاط که اعلان کردیم، یعنی در غرب امریکا در ساعت 5 صبح، شرق امریکا 8 صبح و در اروپا ساعت 2 بعد از ظهر و در ایران 4:30 بعد از ظهر بازپخش خواهد شد. من موضوعی که امروز میخواستم با شما هممیهنان در میون بگذارم، مسئله بسیار بسیار خطرناک و حادی است که متاسفانه بازم دول غرب در جهت منافع خودشون فقط و به عنوان اینی که اینا به اصطلاح منظورم مجاهلین خلق، یه مطالبی رو عنوان کنم. من یه اشاره کوچیک خیلی مختصر تاریخی بکنم. در ایران، یعنی تاریخ ما نشون نمیده که هیچ وقت یک دسته و گروه منسجم یا سازمان یافته تروریستی یا به حساب افراد خرابکار آدمکشی وجود داشته باشه، مگر اینکه بریم به چندین قرن قبل، دوران به حساب سلجوقیا میشه، حسن صباح رو ما میبینیم که این آدم با تشکیل یک سازمانی یک عده‌ای رو دور خودش جمع کرده بود که بعد در اون قلعه علموت جا گرفتن و اینا با دولت زمان وقت، حکومت وقت یا با هر کسی که چیز دشمنی داشتن با نهایت قساوت میکشتن و نمیدونم یا جاهایی رو میخواستن آتیش میزدن. یک گروه منسجم بود. بعد اون اصلا تاریخ ما یه همچین سازمانی یا گروهی که جمع بشن برای آدمکشی، تروریستی، خرابکاری یاد نداریم. تا اینکه تا دوران به حساب آخر سلطنت رضاشاه کبیر که مصادف با جنگ دوم و اشغال ایران از طرف قوای روس و انگلیس شد، تمام شیرازه این مملکت رو به هم زدن و نتیجتاً همون آخوندهایی که در سوراخ‌های قایم شده بودن و پیداشون نبود به میدان اومدن و حزب توده هم که روسا راه انداخته بودن، یعنی دو تا ایدئولوژی یا دو تا مرام، دو تا مسلک هرش که اسم بذاریم، یکی دینی مذهبی که آخوندها مروجش بودن، یکی هم کمونیستی که حزب توده مروجش بود. نتیجتاً اینا برای خودشون دستجات خرابکاری و تروریستی و آدمکشی را انداختن. مثلا مال آخوندها فدایان اسلام یا مجاهدین اسلام، به این اسما دسته ها، گروه های متشکلی رو را انداختن. حزب توده هم همین مسئله رو ایجاد کرد برای آدمکشی، نمیدونم بتونن به اصطلاح مرام خودشون رو پیش ببرن. منظورم این نیست که ببینید این دوتا مسلک به اصطلاح در جامعه ایرانی پیدا شد، یکی مذهبی یکی کمونیستی. این بود تا وقتی که به هر حال دولت قدرتی داشت، نمیتونستن کاری بکنن و از مجموعه این یک پدیده تازه‌ای به وجود آمد که بعدا شد اسمش مجاهدین خلق. اینم به این صورت تشکیل شد. وقتی جبهه ملی، به اصطلاح جبهه ملی دوم، از بعد از به حساب درگذشت دکتر مصدق، دیگه جبهه ملی فعالیت نداشت تا اینکه بعدا یه عده‌شون جمع شدن و که البته اونا یه عده اصلا حاضر نبودن، مثل شادروان اللهیار صالح یا دکتر صدیقی، اصلا میگفتن این مسئله درست نیستش که ما جبهه ملی رو دوباره به این اسم درست کنیم. ولی خب یه عده بودن که برای فرصت طلبی و استفاده خودشون، مثل آقای سنجابی، آقای زیرکزاده، کیا اینا بودن، یه عده که میخواستن دار دست را بندازن. به هر حال در سال 1344 در داخل جبهه ملی یک تعداد جوانهایی که به حساب پشتوانه مذهبی داشتن، یعنی از خانواده مذهبی میومدن ولی دارای افکار کمونیستی و چپگرایی بودن، پیدا شدن.
که اسامیشون شاید مثلا من یادم نیست همش دقیقا بگم، محمد حنیف نژاد، سعید محسن، علی اصغر بدیزادگان، عبدالرضا نیکبین، اینا یه جوانایی بودن که در داخل جبهه ملی به وجود اومدن. ولی چون اونجا به حساب دستگاهی نبود که برای خودش ادعی رو مثلا به عنوان خرابکار و آشوبگر و نمیدونم آدم کش باشه تو جبهه ملی، اینا دیدن اونجا جاشون نیست. وقتی که از جبهه ملی یک انشعابی به وجود اومد، آقای مهدی بازرگان که خدا به سزای اعمالش برسونه، دیگه چیز دیگه من نمیدونم، ایشون با صحابی، یدالله صحابی، با محمود طالقانی، آیت الله محمود طالقانی، اینا از جبهه ملی سوا شدن رفتن به اصطلاح یک تشکیلات جدیدی درست کردن به نام نهضت آزادی که موندهش هم حالا آقای ابراهیم یزدی و داره دستش دارن ادارش میکنن. این همون نهضت آزادی است که بانیش آقای مهدی بازرگان بود. این گروه جوونه که در داخل جبهه ملی بودن دیدن که نه اونجا مناسب تره. اینا اونا هم رفتن به حساب پیوستن به نهضت آزادی. این تا مدتی بود، ولی بعد دیدن نه اونجا هم باز جاشون نیست به اون شکلی که اینا میخوان دستگاهی درست کنن که واقعا تروریستی، آدم کشی و آشوبگری. اومدن بیرون با یک علامت نمیدونم داس و یعنی چیز کمونیستی خودشون و شعار کمونیستی و یک آیه هم از قرآن نوشتن که من البته نمیتونم تلفظ کنم چون اصلا چیز ندارم برای عربی صحبت کردم. یه آیه است که لغت چیز افضل الله المجاهدین نمیدارم چی به هر حال از اون بگذریم. به هر حال یه تشکیلاتی دادن که نیمه مذهبی نیمه به اصطلاح چیز بود کمونیستی. بعد اینا شروع کردن به فعالیت یارگیری و نمیدونم در چند مورد نمیدونم خرابکاری و آتش زدن و نمیدونم بانک زدن و از این کارا که شروع کردن. بزرگترینش در وقتی که مثلا در یکی از چیزا بانک که میخواستن بزنن خیابان شاه قدیم، حالا اسمش حتما عوض شده، بانک ملی اونجا رو رفتن بزنن، پاسبانی که نگهبان بانک بود همین آقای رجوی اینو با هفتیر زد که بعد بانک رو زدن. این یه آدم کشیش بود. آدم کشی دومش اصلا از یارای خودشون بود. اینا در کرج در یه خانه، حالا خانه تیمی میگفتن نمیدونم، جایی که پنهان میشدن فعالیتشون یا جمع میشدن برنامه ریزی بکنن، در کرج اینا به قوای امنیتی اینا رو محاصره کردن. تیراندازی شروع شد. در همین حیث تیراندازی آقای همین مسعود رجوی از پشت سر یکی از یارای خودشو زد. حالا با این رقابت داشت، نمیدونم دشمنی داشت یا هر چی بود، یا مثلا اینو برای خودش رقیب بزرگی میتونست، اینو از بین بود. یعنی آقای رجوی دو نفر آدم فقط اون که پرونده هستش همه هم میدونن نوشته شده. در سال 1350 یعنی مقارن با جشنای 2500 ساله، اینا یک طرح بسیار بزرگ تهیه دیده بودن که در چندین شهرهای بزرگ و مخصوصا در محل برگزاری جشنا که در تخت جمشید بود، اونجا بتونن اینا به انفجارهایی به وجود بیارن یا آدمکشی و اینا به حساب کشف شد و 70 نفر از کسانی که در این کار دخالت داشتن از مجاهدین خلق گرفتار شدن که هر کدومش هم به زندان‌های طویل مدتی که محکوم شدن، از جمله 13 نفرشون محکوم به اعدام میشه. از این 13 نفر یکیش همین آقای رجوی بوده. خب اینو دستگاه جاسوسی شوروی کاملا میدونست چون اینا با اونا کار میکردن و میدونست که این آدم یک کسی است که به دردشون میخوره. این حیفه که از بین بره. یعنی اینو به هر شکلی خواستن نگه دارن که حتی در اون موقع رئیس هیئت رئیسه حزب کمونیست وقت یا رئیس جمهورم سمتش داشته، پادگورنینامی که از شاه، از محمد رضا شاه رسما خواهش میکنه که اینو تخفیف بدید و نکشید. به هر حال آقا محکوم میشه به حبس ابد، کشته نمیشه که در وقایع 1357 که آزادی زندانیان سیاسی پیش اومد و بعد انقلاب به حساب منحوس یا فاجعه رخ داد، ایشون هم اومدن بیرون. عرض بشود که این
سابقه شون بود، یعنی تا حدودی به حساب من خیلی خلاصه وار گفتم، چون من اوایل همین ماه یک مقاله مفصلی نوشتم که با تمام مدارک، اسناد، تاریخ، اسامی، اینا رو طرز به حساب تشکیل و هی عوض شدن که حالا آقایونی که خیلی دلشون لک زده به این تار دسته مجاهدین اسمش گذاشته اینا متحول شدن. بله متحول شدن، ولی هر دفعه بدتر از دفعه قبل، یعنی به صورت آدمکشی، تروریستی فلان، که امروز به صورت خیلی تشکیلات بزرگی به حساب با پشتیبانی غرب دارن فعالیتشون رو شروع کردن، که دیروز هم در چندین شهر اینا نشستایی گذاشته بودن که حالا به من یه چیزی نوشتم که خدمتتون خواهم خوند، که برای یادبود یا عزاداری یا نمیدونم بزرگداشت کشته شدگان به دست جمهوری اسلامی. اینا نمیگن که خودشون چقدر آدم کشتن، چقدر سرباز ایرانی کشتن، چقدر جوانای ما رو فریب دادن و کشوندن اونجا و به کشتن دادن، اینا رو نمیگن، فقط چسبیدن بله جمهوری اسلامی هم خیلی از اینا رو کشته، ولی حیف اون جوانای ما که واقعا فریب اینا رو خوردن و رفتن تو این تشکیلات و زندگی، خونه، نمیدونم یا زن و بچه، برادر، خواهر، پدر، مادر، هر چی داشتن اینا رو به حساب نیست و نابود کردن در همین تشکیلات خودشون. به هر حال منظورم این قسمتی بود که خواستم عرض کنم تا این رویداد یا فاجعه سال 1357. سال 1357 که زندانیان سیاسی اومدن بیرون، اینها که با طالقانی هم آشنایی داشتن، حساب روابط خوبی داشتن، با یه عده از آخوندهای چپگرا حالاش هم هست تو دستگاهشون، اصلا از اول انقلاب هم اینا چپگراها تون با تغییر لباس هستن و دارن کار میکنن، خیلی هاشون به اصطلاح همین جمهوری اسلامی هم من فکر نمیکنم ندونه اینا افکارشون چیه، ولی چون استفاده میکنه فعلا هواشون رو داره به حساب زیر محمیز خودشون نگرد داشتن. اینا تشکیلاتی دادن و با موسی خیابانی، مسعود رجوی تشکیلات جدیدی دادن و شروع کردن به سرعت این جوانا رو فریب دادن و کشوندن به تشکیلات مجاهدین خلق. که من از اتاق فرمان خواهش میکنم که یه تصویری هست اینو فقط نگاه کنید. بله این آقای رجویه، اونم آقای خمینی، اون یکی هم موسی خیابانی، که ببین مثل دو تا برده و بنده رفتن دست به سینه، دست به دو زانو که روی زانو نشستن در حضور آقان، که ما مثلا عبد و عبید شمایی ما علم کنیم و واقعا هم این کارا رو کردن، یعنی در دوره اول انقلاب این آخوند توپ و تفنگ و تانک نداشت، سازمان امنیت نداشت، وزارت امنیت و اطلاعات نداشت، نمیدونم زندان نداشت، چی اینا بودن که هرچی آدمی که در همون چند ماه اول کشته شد، چه لشکری چه کشوری، بهترین فرمانده های ما را اینا دستگیر کردن، چون گروه های چریکی درست کرده بودن، پارتیزانی درست کرده بودن، اینا مسلط بودن، یعنی هر کسی را که در همون اوائل کشته شد به دست اینا. حالا بعدا مثلا سرکله خلخالی ها پیدا شد، اینا یه دوامی برای خودشون که چیز کردن، تشکیلاتشون روبرار شد، ولی در روزهای اول این فقط اینا بودن، فدایان خلق بود، توده، حزب توده بود، یعنی تمام قدرت این آخوند که امروز به اینجا رسیده پایه‌گذار اولیه‌اش اینا بودن. حالا بعد اینا به اصطلاح شروع کردن با خود دولت یکی به حساب روبرو شدن و اینم از انتخابات 1358 که انتخابات رئیس جمهوری بود، این آقای رجوی خودش رو کاندیدا کرد و برای همین که چیز بود خمینی موافقت نکرد این به حساب جزء کاندیداها باشه، نتیجتا اینا با دولت درگیر شدن در شهرهای مختلف، جاهای مختلف، حتی با اسلحه با همین حکومت جمهوری اسلامی اینا روبرو شدن. حکومت جمهوری اسلامی شروع کرد به قلقم کردن، تارمار کردن اینا، خلاصه هر جا گرفتن زندانی کردن و کشتن و به اصطلاح به بدترین وضعی اینا رو شکنجه دادن. این رؤساشون از جمله آقای رجوی از ایران فرار کرد با آقای بنی صدر، البته
اونجوری که شایع است که بنده نمیدونم، لباس زنانه، البته دیگه برای تغییر چهره بوده، نه اینکه تغییری نیست. این به هر حال با این وضعیت فرار کردن به فرانسه. در اونجا رفتن شورای مقاومت رو درست کردن، شورای مقاومت ملی. بنی صدر بود، عرض بشود که خان بابا تهرانی بود، هدایت متین دفتری، پسر اون متین دفتری و سناتور و وزیر و نخست وزیر. به هر حال اینا تشکیلات جدیدی رو دادن، ولی دولت فرانسه به اینا اون اجازه رو نمیداد که اون فعالیت شدید رو در فرانسه انجام بدن. اینا مجبور شدن که یه جای دیگه پیدا کنن که افرادشون رو، جنگ ایران و عراق هم شروع شده بود، اینا با صدام حسین به حساب تماس گرفتن و مسعود رجوی هم منتقل شد به عراق. ولی قبل از اینکه به عراق منتقل بشه، اینم بنده گفته باشم که این خانم مریم رجوی چه توفیقیه. ایشون هم یکی از به حساب فعالین خیلی سفت و سخت مجاهدین خلق بود، خودش و شوهرش به نام مهدی ابریشمچی. اینا هم بعدن فرار کردن، هر دوتا اومدن به فرانسه، پیوستن به همین گروه آقای رجوی. خب ضمن همین بودن و با هم دیگه تماسای داشتن و ارتباطات دیگه نمیدونم چجوری، به هر حال مجبور کردن این شوهر بدبخت و مهدی ابریشمی رو که این زنشو که یه بچه هم داشت، حتی یه دختری داشت، حالا باید بزرگ شده باشه، طلاق بده. و آقا برای اینکه یه اسم شرعی و نمیدونم چیزی هم روش بذاره که این زنمه دیگه، حالا به من نگید که مثلا این چه رابطه ایه، به هر حال شروع کرد با این چیز کردن، ازدواج کردن. یعنی شوهر مجبور شد طلاق بده و آقا با خانم مریم عزادانلو یا اینکه مریم ابریشمچی ازدواج کرد و شد مریم رجوی، این خانم. و اما خود آقای رجوی هم پاشد رفت در عراق پیش صدام حسین. از اتاق فرمان میخواستم خواهش کنم، بله ایشون دیدارش با صدام حسین دیگه، خیانتش، جنایت این آدم برای ما ایرانی ها خودش یک درسی، یعنی و قسمتی از تاریخ ما رو تشکیل میده که چه کشتاری کرد از ایران. اون وقت این خائن هم رفته، ببینید با این، حالا یه تصویر دیگه اش هم هست که در حال روبوسی و بله اینجا هم روبوسی میکنن. ببینید این آدمی است که واقعا امروز برای مملکت ما خطرش اگه از جمهوری اسلامی بیشتر نباشه کمتر نیست. یا خطراتی که تا حالا ایجاد کردن، ضایعاتی که از آسیب مالی و جانی که اینا زدن بی حدی نداره. اینجا ببینید با یاسر عرفات، اون همون پرچم کمونیستی، علائم کمونیستی اینا رو داره، به یاسر عرفات، یه تروریست، تروریست جهانی، آدمکش، این که اومده بود از ایران حق حسابش بگیره، آقا اون موقع این پرچمشون رو بهشون هدیه میده. ببینید اینا سابقه شونه. ولی من عرض کردم که اوایل این ماه من این مقالم منتشر شده بود، میخواستم یک مقداری از چیزم عرض کنم. ببینید همین الان اینا از مسئله دین هم دارن همون استفاده که از اول داشتن، تو به حساب سرشتشون بوده، تو خونشون بوده، تو رگشون بوده، اینا از خانواده مذهبی میان اکثرشون. اینا با یه چارقد تو سر کردن و نمیدونم عاشورا را انداختن و که میدونن بالاخره یک اکثریتی مسلمانی در ایران داریم، یک متاسفانه به علت این نفوذ 1400 ساله این خرافات چنان این مملکت و این ملت ما را گرفته که پابند اینان. یک تصویر عاشورا از شما ببینید، این در اون کمپ اشرفشون که به اصطلاح دارن چیز میکنن. اینو فقط ملاحظه بفرمایید، ببینید این جوانای ماست، اینا ملت ماست، به چه راهی کشیدن. اون وقت ادعای روشنفکری، ادعای آزادی خواهی، ادعای دموکراسی اینا را دارن. و یا برای نجات فردای ایران، یعنی آخوند اگه بره باز همین بساط اینا با شدیدترین وضع، برای اینکه اینا اصلا سال تقریبا نیم قرنه که اینا دارن در این راه به اصطلاح چیز میکنن، تعلیم میبینن. این وساط عاشورای به حساب کمپ همون اشرفه. ببین واقعا باعث شرمندگی. جوانای ما باید ببینن که چه کسانی برای فردای ایران دارن خوابهایی میبینن، که البته به هیچ وجه فکر نمی کنم ملت ایران دیگه کم نکشیده، 34 ساله اینا رو دیده و به اصطلاح
آسیب و ضرر این نوع خرافات و این دینداری شد اینه. بله، به هر حال من یک مقاله دیگه تازه، مقاله که نیست، نوشته است در تایید اون نوشته‌ای که من مختصرا گفتم، چیزی نوشتم که در از طریق اینترنت پخش شده. اینو دلم میخواست که تونتون بخونم برای اینکه اونقدر شاید طولانی نباشه، چون اینا مجالس نمیدونم یاد بود و بزرگ داشته کشته شدگان به دست جمهوری اسلامی رو برقرار میکنن، ولی خودشون هرچی کشتن یا به کشتن دادن اونا رو نمیگن. عنوانش از مخالفین خلق که ده ها هزار ایرانی را کشته و یا به کشتن داده، امروز در سوگ آنها اشک تمساح میریزد. هم میهنان گرامی، ششم ماه آگست نامه زیر فرنام مخالفین خلق چگونه زاده شد و در دامان چه کسانی پرورش یافت پخش کردم. در آن نامه از پیشینه سراپا آلوده به فریبکاری، به زهکاری و تبهکاری آن سازمان از زمان پیدایش تا این زمان را نوشته بودم و یادآور شده بودم چگونه این سازمان در دامن جبهه ملی زاده شد و سپس به دامن نهضت آزادی خزید و از اونجا به آغوش کمونیسم پناه برد و در زمان برپایی رویداد ایران ویران کن در سال 1357 برابر با سال 1979 میلادی، بیشرمانه با آخوند و توده‌ای کمونیسم برای ویرانسازی ایران دست یگانگی داد. آن روز آخوند دارای نیروی سپاهی و توپ و تفنگ و تانک و یا وزارت اطلاعات و امنیت و پاسدار و بسیجی و لباس شخصی و چماقدار نبود. این سازمان خود فروخته به آخوند و بیگانه به نام سازمان مجاهدین خلق بود که پاداشتن گروه های چریکی و پارتیزانی بیشترین افراد و سران کشوری و افسران و فرماندهان لشکری را دستگیر و گروه گروه آنها را نابود کردند. سران این سازمان آدمکشی نابکار در اندیشه به دست آوردن فرمان روایی ایران بودند. ناآگاه از اینکه آخوند افزون بر نابکاری و فریبکاری برگزیده کشورهای توانمند بیگانه بود که همه گونه یاری برای پایداری فرمان روای دینی را برای آنها فراهم نموده بود. آخوند نابکار و فریبکار با رسیدن به فرمان روایی آغاز به تارومار کردن همین سازمان پشت کرده به ایران و ایرانی، یعنی سازمان مجاهدین خلق کرد. سران بدون باور به آیین آدمی و آوای درونی خود را رهانیده و به بیرون از ایران فرار کردند. ولی هزاران جوان ساده و بیگناه و فریب خورده که برادران و خواهران و یا فرزندان من و شما بودند به دست جلادان جمهوری اسلامی نیست و نابود شدند. این بار مریم و مسعود رجوی و دیگر سران مجاهدین خلق چون زن هرجایی خود را به آغوش صدام حسین انداخته، با به دست آوردن همه گونه پشتیبانی از سوی صدام حسین و پول کشورهای عربی شمشیر بر روی مردم و سربازان ایرانی کشیدند و با در دست داشتن ابزار جنگی سنگین هزاران تن از مردم ایران را کشتند و بسیاری از روستاها و شهرهای ایران را ویران کردند. همین مجاهدین خلق. پس از جنگ دوم جهانی آمریکا وارد میدان مبارزه سیاسی جهان شده، ولی شوربختانه سران آمریکا به وارون انگلیس ها همیشه در اندیشه سود آنی بوده و در راه رسیدن به خواسته های خود به دوستی و همکاری که مردم کشوری نسبت به او داشتن به هیچ می شمارند، که نمونه آن کم نیست و بدترین و ناجوانمردانه‌ترین گونه آن درباره ایران در سال 1357 خورشیدی برابر با 1979 ترسایی انجام شد، که برای پیامد آن نه تنها مردم ایران بزرگترین و سنگینترین بها را پرداختند، آمریکا نیز زیان جانی و مالی فراوانی را پذیرا شد. مردم آمریکا و مردم ایران که پیشینه ژرف و دراز دوستی و همکاری با یکدیگر داشتند باید بدانند که این گروه تروریستی همان هایی هستند که چندین رایزن و کارورز کشوری و لشکری آمریکا را در ایران کشتند و هزاران ایرانی بیگناه را یا کشتند یا به کشتن دادند.
امروز آمریکا با خارج کردن این گروه تروریستی و مافیایی از سیاهه گروه‌های تروریستی در اندیشه بهره برداری از این گروه در رویارویی با جمهوری اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی اینها را زیر چتر پشتیبانی خود گرفتند. بیخبر از اینکه این کار مار در آستین پروراندن است، همان لغزش و ندانمکاری که درباره القاعده نمود و آنها را پرورش داد، این بار در مورد این گروه تروریستی که بسیار از القاعده آسیب رسانترند به بیراهه می رود. پیامد این کار زیان و بهای سنگینی خواهد بود که مردم آمریکا و مردم ایران خواهند پرداخت. هم میهنان ارجمند، به هوش و به گوش باشید. این مخالفین خلق با در دست داشتن پولهای کلان فراهم شده از سوی بیگانگان و با شالوده اهریمنی برای کشت و کشتارهای برنامه ریزی شده وارد میدان شده. برنامه‌ای که هم اکنون در دست دارد در بیشترین شهرهای جهان با نامهای ساختگی زیر فرنام یاد بود و بزرگداشت کشته شدگان به دست جلادان جمهوری اسلامی نشستهایی برپا و به سوگ می نشیند و اشک تمساح می ریزد. ولی مردم آمریکا و ایران باید بدانند که کشتار و بزهکاری و تبهکاری مجاهدین خلق اگر از جمهوری اسلامی بیشتر نباشد کمتر از اون نیست. برادران خواهران ایرانی، برای پیشگیری از فریبکاری گردانندگان این سازمان مخالفین خلق و بدام افتادن و از بین رفتن فرزندانمان و رهایی کشور اهوراییمان باید همه دست به دست هم داده با تمام توانمان بکوشیم. پاینده ایران، پایدار همبستگی مردم ایران. بینندگان گرامی، من چون مطلب البته خیلی زیاده، کتاب ها میشه نوشت در مورد اینا، ولی چون این حوادث این چند روزه اتفاق افتاده و در شهرهای مراسمی برگزار شده بود و مخصوصا شایعاتی که وجود دارد که متاسفانه بعضی از افراد حساب بالای جامعه ایرانی با اینا در تماس بودن از قبل، چند سال قبل، ولی حالا این تماس ها خیلی بیشتر شده و همین دو هفته قبل آقای ابریشمچی یک نشستی اینجا برقرار کرده بود. اینا رو ما میدونیم و صحبت هم خواهیم کرد، مردم رو آگاه خواهیم ساخت. کنگره همبستگی ایرانیان و جبهه هماهنگ مبارزان ایران برای نجات ایران و آگاه سازی مردم ایران از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد، ولو اینکه اینها را هر قدرت بزرگی میخواد پرورش بده و یا آماده کنه. همین الان یک گروه هاشون رو فرستادن سوریه، دارن اونجا میجنگن. بچه های ما اینا رو فریب دادن. خود پسر آقای رجبی که نمیره که، دختر خانم رجبی، مریم خانم که اونجا نیست. اینا بچه های فریب خورده و اسیر شده ایمان. من اینایی که عرض میکنم بدون مدرک نیست. شما در حتما دیدید در دیویدی هایی که در ویدیو کلیپ هایی که پخش میشه از طریق اینترنت، چندین بار که سازمان ملل برای بررسی مسائل حقوق بشر گروه هایی رو فرستاده که اصلا این هست، این چند روز قبل هم پخش شده، ما هم پخشش کردیم، که نماینده به حساب نگهبانان حقوق بشر که گروهی رفتن عراق، نه در دوره‌ای که اینا در کمپ اشرف بودن، نه حالا که در کمپ به اصطلاح آزادی مثل که اسمشو گذاشتن در اونجا جمع شدن، به هیچ وجه این گروه ها رو داخل راه نمیدن. چرا؟ برای اینکه خب اینا کارهایی که اونجا کردن کمتر از شکنجه‌گری های جمهوری اسلامی، زندان های اونا نیست. اصلا این دیویدی متاسفانه من نتونستم اینو امروز منتقل کنم اتاق فرمان که به شما نشون بدن، در حدود 7-8 تا بانوی ایرانی که از این کمپ، از این شکنجهگاه فرار کردن، اومدن بیرون، اینا میگن ما رو از شوهرمون، از بچه هامون اینا جدا کردن و تعدادی از اونا همونجا جلو دوربین نشسته اقرار میکنن که به من و به غیر از اون یه عده دیگه که حاضر نیستن خود اسمشون برده بشینه، به اینا تجاوز جنسی میکردن، اونم به وسیله آقای مسعود رجبی که مبارک بشه. یعنی اینا دیگه یه چیز دنیوی و اخروی پیدا کنن. به هر حال اینا هستش،
اینا رو من از میخواستم که از لحاظ سازمانی از جناب آقای دکتر نصر اصفهانی که دبیر کنگره همبستگی ایرانیان هستند و سخنگوی جبهه هماهنگ مبارزان ایران میباشند استدعا کنم که مطالب کلی و اون چی که حالا میگذره و یا برنامه‌هایی که برای بعد تهیه دیدن مطالب بفرمایند که ما استفاده کنیم. از اتاق فرمان خواهش میکنم که اگه میشه تصویر و صدای جناب دکتر نصر اصفهانی رو بس کنم. جناب دکتر درود بر شما، خیلی به این برنامه خودمون خوش اومدید و من یه مطالب مختصری رو از مجاهدین خلق بیان کردم که خب میدونیم که به هر حال ما باید اینا، این وظیفه ماست که این کار رو باید بکنیم، ولی من به بینندگان یعنی قول دادم که از شما هم خواهش کنم تشریف بیارید مطالبی رو بیان بفرمایید. خیلی سپاسگزار میشم که مطالبتون رو بفرمایید. در درود بر جناب علی، جناب مهندس پیمایی، درود بر همه بینندگان عزیز و درود به ملت ایران، ملت بزرگ ایران. بنده اینجا گوش می‌کردم مطالب جناب علی رو، خب بسیار جامع و کامل فرمودید. من یه چند نکته خیلی کوچکی به اون می‌خوام اضافه بکنم. قسمت اعظمش رو دوستان ما ایرانیان به خوبی واقف هستن، ولی در مورد مجاهدین خلق و همینطور جمهوری اسلامی افشاگری وظیفه ملی و وجدانی همه ماست. بنابراین ما هر چقدر در این زمینه سخن بگوییم کم گفتیم، برای اینکه اگر این گفتارها انجام نشود در نتیجه ممکنه با این فریبکاری به صورت بین‌المللی در اومده متاسفانه برای جا اندازی این مجاهدین خلق با این مشخصاتی که اشاره فرمودید ممکن است کار از کار بگذره و ما ملت ایران آفر از موضوع بمونیم. این است که وظیفه همه ما هست که تا اونجایی که میتوانیم در این افشاگری و اون مطالبی که لازم هست به اطلاع هممیهنانمون برسونیم تا واقف باشن. البته من آخرین نتیجه رو الان عرض میکنم و این است که بله، آمریکا و جهان غرب اگر بخواهند میتوانند مثل افغانستان، مثل عراق، مثل بقیه کشورهای دیگه در اجرای طرح آقای برجسکی که دفعه جلسه گذشته آقای دکتر احمدی اشون فرمودن بتوانند همه این کشورها به خاک و خون بکشانند و به عنوان بهار عربی و یا شورای ملی و امثال اون و نظاره اونها حکومت دست نشانده خودشون رو در هر در کشور ایران مثل بقیه کشورها اونجا گسیل بکنند و به ملت ایران تحمیل بکنند. ولی همونطور که عرض کردم این تحمیل به هیچ وجه قابل قبول از نظر ملت ایران نیست و نتیجهش همین نابسامانی است که الان در عراق و افغانستان گروگانگیر جامعه بین المللی به خصوص آمریکا شد. مطالب اساسی رو آقای مهندس پیمایی اشاره فرمودن. همطور که از کردم من خیلی فهرستوار چند نکته کوچیکی عرض میکنم. اون است که اصولا ببینیم مجاهدین خلق یعنی چه. مجاهدین اینها استنادشون به همون جهادی است که در اسلام پیش بینی شده، همونطوری که در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقدمش به اسم ارتش مکتبی پیش بینی شده که بنده رو چندی بار عرض کردم، باز هم عرض خواهم کرد و لازم است گفته بشه تا همه مردم آگاه باشند. این است که گفته شده وظیفه سپاه پاسداران و ارتش تنها حفظ و حراست مرزهای ایران نیست، بلکه اینها بایستی وظیفه دار هستند که از طریق جهاد بتوانند حکومت الله رو در سراسر جهان پیاده کنند. جهاد و اون کسی که مجاهد هست، اون کسی است که به صورت کامل و در وسط در اختیار رهبر و دستور دهنده شه، که نمونهش همونطوری که اشاره کردن آقای پیمایی افراد فرقه اسماعیلیه بودن و مجاهدین خلق هم یه فرقه‌ای هستن نظیر اسماعیلیه و به طور کامل قسمت اعظم این افرادی که در بدن هستن با برنامه هایی که اجرا شده و هنوز هم متاسفانه در حال اجرا اینها رو مسئولی کامل می‌کنند. هم مجاهدین خلق مشمول این تعریف هستن و
و هر جمهوری اسلامی که ما توجه به این آیه وظیفه داره که از طریق جهاد حکومت الله رو در سراسر دنیا پیاده بکنه و مفهومش این است که باید ترور و وحشت ایجاد کنه. این کلمه ترور و وحشت اون چیزیست که مستند جمهوری اسلامی و این آیون هست و اونی است که در یکی از غزواتی که پیامبر اسلام متوجه شده که این سربازها اونچنان که مراد شاید نمی روند و قناعی به دست میارن و مرحوم شدن، این آیه نازل میشه و اعدو لهم ما اصطفهم من قوت و من ضباط خیر ترحمون بهی عدو الله و روحهم ما آخرین من دونهم، یعنی بروید و با اسب و با هر وسیله دیگری هست اونها رو بترسانید و در اونها ایجاد ترس و وحشت و ترور بکنید. این در واقع مجوز قانونی است که جمهوری اسلامی خودش رو مهر می‌دونه در سراسر جهان برای برپایی حکومت جمهوری اسلامی و به خصوص شیعه از طریق عملیات تروریستی کارش انجام بده. حالا در گذشته اگر از طریق اسب و شمشیر بود و حالا امروز نیست، از طریق حتی تعلیه سلاح‌های اتمی این کار انجام. سابقه مداین خلق از اونجا شروع میشه که بعد از اینکه اصلاحات ارضی در رژیم سابق انجام شد، چپ در ایران و شوروی به عنوان سرپرست و قیم اونها در واقع خل سلاح شد، دیگه چیز دیگری نداشتن بگن. همونطوری که در کنفدراسیون اروپا یه عده‌ای جمع شده بودن که ما بایستی مخالفت بکنیم و در دو دسته شدن، یه عده‌ای گفتن خب این چیزی که ما همیشه داریم میگیم الان انجام شده، به چه مناسبت میخوایم این کار انجام بدیم؟ در اصلت این اصلاحات ارضی و از بین رفتن خانها و نیمه تئودالی که وجود داشت باعث شد که یه مقداری تغییر روش از طرف شوروی به ایران داده بشه و مسافرت لئونید درژنوف و بازدید متقابل ولیعهد یا رضاشاه دوم باعث شد که روابط ظاهراً آماده بشه. ولی شوروی چون از اون هدف اصلیش نمیتونست دست برداری بکنه و ضمناً از حزب توده اونچنان ناامید شده بود و جبهه به جبهه ملی هم اونچنان اعتقادی نداشت، با توجه به موفقیت متأسفانه نسبی که خمینی در 15 خرداد 42 به دست آورده بود، با اینکه این شورش سرکوب شده بود و تعداد زیادی از اونها به مزار رسیدن، ولی توجه جهان و هم غرب و هم شرق به خودش جلب کرد که این نیروی مذهب در ایران بسیار تواناست و باید از این طریق ما بتوانیم رژیم رو ساقط بکنیم و این کارم کرد. بنابراین اینها متوسل شدن به آخوند سرخ آقای طالبانی که معتقد 100% از یک کمونیست کمونیست‌تر بود، معتقد به جهاد مسلحانه، هم جهاد باشه هم مسلح، یعنی جهاد برون و تمام وجودشون رو صرف رسیدن به آرمانشون و هدفشون بکنن و بنابراین مسئله جانشون مطرح نباشه. در صورت اینها همطوری که آقای من اسپشایی اشاره کردن اسامی هم ذکر کردن، این ابتدا سازمان آزادی بخش تشکیل دادن و بعد با الحاق آقای طالقان میرهان اینا عنوان شد مجاهدین خلق. مجاهدش رو تعریف کردم، خلق هم منظور مردمه، که البته از این کلمه خلق بسیار سوء استفاده شد و حکومت شوروی یک برنامه در داخل ایران مطرح کرد عنوان خلق‌ها و در نتیجه این مسئله تذیه طلبی به وجود. مطلب خیلی زیاد هست و انشاءالله در یه برنامه مفصل دیگری بنده به طور کلی راجع به این مسئله صحبت کرد، ولی چند نکته اساسی باید عرض کنم خدمتتون و اون است که به قول حزب کمونیست کارگری در نشریهشون، اصولا در موقع انقلاب اون کسانی که اصطلاح سردمدار بودن و یا میداندار بودن خمینی نبود بلکه و احزاب دیگری بودن، ولی چون دنیای غرب هدف داشت با توجه به کنفرانس گوتلو هدف داشت که این برنامه به صورت یک برنامه بلند مدت در خاور میانه کشورها به اسلام میانه رو برگردن، بنابراین با توجه به عواملی که در اختیار داشتن هم به حزب توده
هم به بقیه سازمان ها و به خصوص به جبهه ملی حالی کردم که شما باید در اختیار خمینی باشید. بنابراین رهبر باشید. بنابراین رهبر مقداری البته طبیعی است که بین مردم میتوانست نفوذ داشته باشه و تعدادش واقعی بود، ولی اینکه همه رو به صورت متحد بکنه و یک کاسه بکنه، در واقع مثل الان که همه رو متحد کردن برای انتخاب روحانی، اون موقع هم همین کار رو کردن برای اینکه همه برن زیر چتر خمینی. در هر صورت آقای خمینی بعد از اینکه انقلاب موفق شد یا شورش موفق شد، به تدریج شروع کرد یکی که این همکارانش رو، اول جبهه ملی، بعد همین مجاهدین خلق و بعد شریک های فداکارانه و حزب توده رو، نهضت آزادی رو، همه رو یکی پس از دیگری ترک کرد و شد فعال مایه شد و بعدم به ولایت فقیه مطرح کرد و بعدم کافی نبود ولایت مطلقه فقیه رو مطرح کرد، یعنی یک استبدادی کامل کامل تمام عیار مذهبی رو در ایران وجود آورده که هنوز ملت بزرگوار ایران از این رژیم رنج میبره و رنج کنند. در مجاهدین خلق برای اینکه بتوانند اون به هدف اصلیشون که عبارت باشه از اینکه خودشون آلترناتیو نشان بدهند در ایران، به اون هدف برسند، ابتدا اعلام کردن که متعهد شدن، بنابراین جنگ و ستیزی ندارن، ولی همونطور که آقای پیمایی تاریخش رو نشون کردن، اینها در فرانسه به علت اعمال خلافکاری کرده بودن جعل گذرنامه و اعتبارات استفاده از کارت‌های اعتباری مجبور، در اصل دولت فرانسه متوجه شد و اینا رو تصمیم به اخراجشون گرفت و دو تا دولت در خارج حاضر شدن، یکی لاوان بود و دیگری عراق، و اینها به عراق منتقل شدن و در اختیار صدام حسین قرار گرفتن و بعدم اون برنامه فروغ جاویدان متاسفانه اعمال کردن، بسیاری از همیهنان ما رو به کشتن دادن. این سازمان همونطور که اشاره کردن به صورت بازوی اصلی انقلاب بود، شورش بود و حتی اونجا پیشنهاد کرده بودن که چرا شما به صورت انقلابی عمل نمی کنید و بنابراین حق این است که تمام افسران نیروهای مسلح و از سرگرد به بالا اعدام بود. یعنی اگه کسی تا دیروز درجه سربانی بوده آدم سالمی بوده، امروز اگه سربرد شده بنابراین آدم نابابی است، غیر ملیه و بایستی اعدام بشه. اینو توجه داشته باشیم که در بابت مقصودی افراد این سازمان کار به اونجا رسیده و رسیده بود که اینها یک زیارتنامه درست کرد. واقعا بسیار بسیار از نظر مذهبی حتی شرم‌آور. اینها زیارتنامه‌ای که درست کردن، من بخشش از اونو میخونم خدمتتون که ببینید چجوری این افراد جوان بیگناه که همش روی میهن پرستی منهای اون مدیریتشون به این کار وادار شدن و رفتن به اینا پیوستن. من مطمئنم که اینها هیچ کدوم نظر سویی نداشتن، فقط هیئت رئیسه و هیئت رهبری اینها واقعا خیانت کردن و به سزای خیانتشون هم حتما از طرف ملت ایران خواهند رسید. برای اصلا در هیچ سازمان سیاسی هیچ حزبی چنین چیزی سابقه ندارد. این زیارتنامه به این ترتیب، من خیلی خلاصش رو عرض میکنم: السلام علیک یا مسعود، و حتما باید عربی باشه، السلام علیک یا مریم، السلام علیک یا وارث الائمه، یعنی اینها پیروان ائمه هستن، وارثان ائمه هست، وارث ائمه الحجت المعصومی، السلام علیک یا مزرد الکافرین المستکبرین العالمی، این یجعلتی معک فی دنیا و الاخره، اشهد انک کلمت تقوا و علم الهدا و عروت الوسطا و الحجه، اشهد انک مصباح الهدا و سفینت النجات. سفینت النجات یعنی شما کشتی راه آزادی ایران هستیم و ما به شما سلام میگیم. در موقعی که اینها، برای اینکه بشناسید اینها را، در موقعی که اینها حمله کردند در اون برنامه فروغ جاویدان و تعداد زیادشون کشته شدن، باز اون جوانان بیگناه به سبک تازیان، چون اینا الگو از اونا میگرفتن، حتی
دختران ایران رو در اون منطقه جنگ کردن مانند همون زمان تازیان به غنیمت بردن و اینا در واقع عملا کنیز اون را شده، یعنی هر نوع بهره برداری از اینها میتونستن بکنن. در آمریکا و جهان غرب، البته داستان مفصل در مورد مجاهدین خلق مطلب بسیار زیاده که من عرض کردم شاید یه برنامه مفصل این کار بگذاریم. البته چند روز پیش آقای دکتر احمدی در این زمینه صحبت کردن و باز همون برنامه ایشون بازپخش خواهد شد، ولی در این زمینه مجاهدین خلق چون واقعا اینها با فریب و نیرنگ و با پشتیبانی بی‌دریغ جهان غرب به خصوص آمریکا دارن با ملت ایران در واقع دشمنی و مبارزه علنی میکنن. این حکومت جمهوری اسلامی همونطوری که میدونی و اشاره کردم بدون کنفرانس گروه هر نوع دلیل دیگری که میخوان به تراشن به جای خود، ولی اگر این کنفرانس نبود و به اینها دست به خود جبهه ملی و همین مجاهدین و بقیه دستور داده نمیشد که بروید دیگه چتر خمینی، این انقلاب و شورش سر نمیگرفت. حالا بعد از این ماجرا به علت این که از دید جهان غرب این اصطلاح مخلوق اینها بی ادب شده و تأدیب بشه، همونطوری که اینها خلق کردن طالبان و خلق کردن القاعده رو و الان در این مسئله واقعا ماندن که چه بکنن، چه راه حلی پیدا بکنن. البته از یک سو وجود اینها باعث میشه که این دستگاه‌های اسلحه‌سازی دنیا به چرخش باشه و بتوانند با ایجاد جنگ‌های مصنوعی یا حقیقی در منطقه بتوانند به فروش اسلحه‌شون ادامه بدن. حالا صرف از این مسائل، اگر جهان غرب واقعا در اظهار خودش صادق هست، این بازی‌های بسیار فریبکارانه رو باید دورش خط بکشه و اون دست که ما میدانیم که اگر بنده بارها عرض کردم اگر این جهان غرب پشتیبانی شد از این حکومت جهل و جنون برداره، مردم به راحتی قادر هستن این حکومت رو به زیر بکشن. متاسفانه اینها واقف هستن، از طرفی روسیه و چین پشتیبانی میکنن، از طرفی جهان غرب هم فقط به یک بازی به اصطلاح فریبکارانه داره اقدام میکنه. فقط منظورش این است که این جمهوری اسلامی رو از اون راهی که معتقد هستن اینا رو به اون راه به قول خودشون تعلیبشون بکنن، نه بیشتر نکن. بنابراین اون چه که در این میان مسئله گفته نشده، همه این داستانهایی که درست کردن و این برنامه‌هایی که درست کردن و این که این مجاهدین خلق رو تقویت میکنن، افرادی که در رده‌های بالای مقام سیاسی آمریکا یا اروپا و غیره هستند، از دید بنده بسیار شرم‌آوره که اینها شرف و انسانیت خودشون رو به پول بفروشن و بیان اونجا مجیزگوی یک زنی به اسم مریم رجوی بشن و اونو عملا رسما رئیس جمهور خطاب بکنن. شما سیاستمداران جهانی که در دنیای غرب تربیت شدیم و به قول خودتون دموکرات هستیم و همیشه دم از حقوق بشر می‌زنیم مواقعی که لازم باشه، میایید چگونه یک فردی که به وسیله یک فرقه محدود، حالا برای انتخاب شده باشه، انتخاب نشه، اونم دستوری بوده، برای انتخاب شده باشه به این عنوان رئیس جمهوری یک ملت رو بده، آیا این جمع هر همین 10,000 نفری اینها آیا نمایندگی کل ملت ایران رو دارن که شما از اینها از این خانم عنوان رئیس جمهور دفاع کنید؟ بنابراین راه اشاره جهان غرب، سیاستمدار دنیا، کسانی که با پول فریب می‌خورید، راه مقابله با جمهوری اسلامی این راه‌های کج‌رفتاری نیست. مجاهدین خلق یک گروه هستند 100 برابر بدتر از جمهوری اسلامی 100 برابر از این مجاهدین خلق. هیچ کدوم هم یه فرقی ندارن، هدفشون این است که یک به اصطلاح در جمهوری اسلامی که رسما ماده 11 قانون اساسی عنوان کرده که بر اساس یکی از مواد یکی از سوره های قرآن، یکی از آیه های قرآن
که ما مسلمانان همه یک امت هم و باید تحت یک امت قرار بگیرد که در این زمینه بنده مفصل بازم صحبت کنم. بنابراین اگر شما در گفتارتون صادق هستید، راه چاره این است که دست از پشتیبانی جمهوری اسلامی که به ظاهر با اون مخالفت میکنید بردارید. ملت ایران بزرگترین نیرویی که میتواند در مقابل جمهوری اسلامی قد علم بکنه ملت ایران است. کنگره همبستگی ایران تنها امیدش عبارت است از ملت بزرگ ایران و مطمئن هستیم ما که ملت بزرگ ایران با توجه به سوابقی که از همه جمهوری اسلامی و مجاهدین خلق و بقیه سازمان های کوچک بزرگی دیگر ضد مردمی داره خودش قادر خواهد بود که کارش رو انجام. من به زود عرض میکنم و سپاسگزارم که به اراضی بنده توجه کنم. بینندگان عزیز، دیگه برنامه وقت ما تموم شده، بدرود میگم، ولی بازم این تذکر رو من باید بدم که مواظب باشید این دول غرب به دلشون به من و شما نسوخته، در جهت منافع خودشون هستن و این ملت ایران است که وای میسته چه در مقابل مجاهدین چه در مقابل جمهوری اسلامی. بدرود، پاینده ایران. دلاوران خاک بهروان گهواره آزادگان نوجوان ما ای نهال جاودان نیک بدان دشمنان جهل و زهر و کین همی پراکنن این چنین مرگ و فقر فشانن چون تیر آتشین ما میخواهیم آزادی جهد ما بسا میدهد به ما ندید شعله های خشم از ما ساخته از یک شاهی از بند و زنجیر و شلاق و دار ما نمی هراسیم از چکاچاک شمشیرها نیز از جا نمی گریزیم در حال آزادی را با چنگ و دندان گشایی ما یار جان باختگان ما را هم گرامی داریم.